سارو قهرمانی، جوان 24 ساله اهل سنندج، پس از شرکت در تظاهرات اعتراضی ضد جمهوری اسلامی در 11 دی ماه ناپدید شد. 11 روز بعد در 22 دی ماه اداره اطلاعات سنندج به خانواده اش خبر دادند که او کشته شده است. ولی روایت اداره اطلاعات سنندج از کشته شدن این معترض متفاوت است. فرماندار سنندج و اداره اطلاعات این شهر مدعی شدند که سارو قهرمانی عضو حزب کومله بوده و در جریان درگیری مسلحانه کشته شده است. این در حالی است که بستگان سارو منکر این ادعا هستند و میگویند سارو در سن 18 سالگی مجازات هواداری از یک گروه کرد را در زندان سپری کرده و پیش از کشته شدن هیچ گونه وابستگی سیاسی نداشته است. جدا از این، حزب کومله کردستان ایران هم هر گونه عضویت سارو در این حزب پیش از دستگیریش را تکذیب می کند. در رابطه با آقای سارو قهرمانی به هیچ وجه عضو حزب کومله کردستان ایران نبوده و هدف جمهوری اسلامی از این ترفندهایی که در روزهای گذشته در سایت های وابسته به سپاه پاسداران، فارس نیوز و بقیه سایت های جمهوری اسلامی و میدیاهای رژیم اینه که به جامعه ایران و خارج کشور بگه که این تظاهرات که در روزهای اخیر تمام شهرهای ایران رو گرفته بود از خارج کشور هدایت شده و اعضا و فعالین احزاب خارج کشور این کارها کردن. من محمد قهرمانیم، با اوک سارو قهرمانی، سارو متولد 1372 بود. به دنبال تکذیب کومله و بستگان نزدیک سارو قهرمانی، ماموران اطلاعاتی سنندج محمد قهرمانی، پدر این زندانی کشته شده را برای ساعاتی بازداشت کردند و از او در مقابل دوربین اعتراف گرفتند که صحبت‌های فرماندار و اطلاعات استان را تایید کند. ببینید، نظام وقتی که مستأصل میشه یا کسانی که در این جنایت، من این اسمشو میذارم جنایت، در این جنایت دست داشتند، برای فرار به جلو چاره‌ای نداشتن جز این که پدرش رو تحت فشار بذارن و تهدید بکنن و ببرنش در یک اتاق، انگار اتاق بازجوییه. بهار رهنما، هنرمند سرشناس ایرانی، در توییت‌هایی درباره سارو قهرمانی که پیش او کار می‌کرد تأکید کرده سارو نه یاغی بود، نه خطرناک، نه سرکش، این حقش نبود. ولی فرماندار سنندج با خانم رهنما تماس گرفته که حرف خود را پس بگیرد. علی جوانمردی، صدای آمریکا. پرونده مرگ او مبهم است و روایات متناقضند. نزدیکان سارو قهرمانی میگویند او پس از اعتراض‌های ضد حکومتی ناپدید شد. به گفته آنها جسد او را اطلاعات سنندج پس از 11 روز بیخبری تحویل خانواده داد با آثاری از کبودی. محمد قهرمانی، با سارو قهرمانی. این ویدیو را خبرگزاری‌های رسمی ایران منتشر کردند. در آن پدر سارو قهرمانی می‌گوید پسرش عضو گروه کومله بوده و در درگیری مسلحانه کشته شده. شرایط ضبط این ویدیو مشخص نیست. سوال اینجاست که آیا اینها نظر واقعی پدر سارو قهرمانی است یا اعترافاتی است که تحت فشار از او گرفته شده. امنیتی چکنه درگیر بود، سارو تیر نزدیک کلولوان، امن تیر نزدیکم کلول سارو. وبسایت تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ایران هم با انتشار عکس‌هایی از سارو قهرمانی او را عضو مسلح حزب کومله معرفی می‌کند. اما آیا این موضوع واقعیت دارد؟ این سوال را از رهبران شاخه‌های متفاوت کومله پرسیدیم. سارو قهرمانی با تشکیلات ما پیوند یا ارتباط تشکیلاتی و حزبی نداشته، ولی اون چیزایی که جمهوری اسلامی طی دو روز گذشته و اتهامات عجیب و غریبی که علیه او برانداخته فقط برای توجیه جنایتی که مرتکب شده. من نمیتونم در این مورد هنوز چیزی بگم، ولی قدر مسلم اینه که پیشمرگ ما و عذر مسلح ما نبوده و اسلحه‌ای از جانب ما تحویل ایشون داده نشده، اگر اصولا این داستانی که اطلاعات میگه درست باشه. بسیاری میگویند اگر سارو قهرمانی عضو حزب کومله بود جسدش را به خانواده تحویل نمیدادند. آیا در موارد مشابه گذشته جسد به خانواده تحویل داده شده؟ به هیچ عنوان. جمهوری اسلامی که نه تنها اجساد کسانی رو یا پیشمرگانی رو که در درگیری ها جانشون از دست دادن تحویل خانواده هاشون داده نشده، بلکه
کسانی هم که اعدام شدن به هیچ عنوان تحویل داده نمیشن. اینا تقریبا گورهاشون ناشناخته است، معلوم نیست کجاست و به خانواده هاشون هم اطلاع داده نمیشه. مواردی بوده که نشده خیر و مدت ها مخفی کردن، بستگی به مورد داره و ترسی که از واکنش مردم یا علل دیگه ای میتونه داشته باشه. همواره اینطور نبوده که جسد رو تحویل داده. سارو قهرمانی پیش از این به اتهام هواداری از کومله زندانی شده بود. فرماندار سنندج گفته او ارتباطی با اعتراضهای اخیر نداشته. سال 91 قصد ترور یک شهروند را داشته و دستگیر شده. 4 دی ماه امسال یک شهروند را با اسلحه تهدید کرده بود. فرماندار بدون اینکه به تاریخی اشاره کند میگوید به سمت ماموران شلیک کردند و در تیراندازی کشته شدند. اما سوال اینجاست، اگر سارو قهرمانی 4 دی با اسلحه کسی را تهدید کرده، چرا تا 8 روز بعد دستگیر نشده؟ نزدیکانش میگویند او در این مدت به خانه میرفته و کسی به خانوادهش نگفته. او تحت تعقیب است. 12 دی ماه سارو قهرمانی ناپدید میشود. آیا این تاریخی است که او طبق گفته فرماندار سنندج در درگیری کشته شده؟ اگر اینطور است چرا تا 23 دی جنازه به خانوادهش تحویل داده نشد؟ ضمن اینکه خانوادهش میگویند بر بدن او اثری از گلوله نبود. ناپدید شدن سارو قهرمانی در اوج اعتراضات ضد حکومتی در سنندج اتفاق افتاد. حتی اگر روایت حکومت در مورد عضویت او در گروهی مسلح پذیرفته شود، سوال‌ها در مورد نحوه مرگ او زیادند. او چرا بیش از 10 روز ناپدید بود و چگونه کشته شد؟ آیدین صالحی، BBC.